اجازه بدید بپردازیم به درس سه از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن. Getting to know others Getting to know others Get یعنی گرفتن و همچنین حاصل شدن یا حاصل کردن و معانی مختلف بسیار زیاد دیگری هم داره. Get یعنی به دست آوردن یا گرفتن getting در حالت ing استفاده شده و به همین دلیل یک تی بهش اضافه میشه نو یعنی دانستن get to know یعنی شناختن آشنا شدن other یعنی دیگری others یعنی دیگران others در حالت جمع استفاده شده و others یعنی دیگران در مورد تلفظ th در other دقت بکنید زبون زیر دندون های بالا و سعی می کنید بگید z z others getting to know others در مورد تلفظ no به همین صورت no o o getting to know others یعنی آشنا شدن دیگران را شناختن getting to know others Getting to know others. Hi. Hi. یعنی سلام در حالت غیر رسمی یکی از معمول ترین عبارت هایی که برای سلام و احوال پرسی استفاده میشه همین عبارت های که خودتون این رو میدونید کلمه هلو در حالت رسمی تر استفاده میشه عبارت های دیگری هم هستند که در همین مورد ما یک ویدیو در یوتیوب خدمت شما تقدیم کردیم و در این مورد قبلا صحبت کردیم که راه های سلام و احوال پرسی کردن رو در اون درس بیان کردیم های یعنی سلام Hi. Hello. Hello. Hello حالت رسمی تر پرسی است و میشه گفت معنی سلام یا روز بخیر رو هم میتونه داشته باشه و منظور شما از هلو حالت رسمی تری از سلامه و یه مقدار تو محیط های رسمی تر از هلو استفاده میکنید مثلا طرف شما رو نمیشناسه یا دفعه اولتونه که میخواید با آش آشنایی برقرار بکنید از هلو میتونه استفاده بکنید پرس در مورد استفاده از های یا هی hey باید دقت بکنید که در محیط دوستانه تری استفاده میشن اما هلو در موقعیت است که شما یه مقدار با طرف غیر آشناتر هستید و حالت رسمی تری داره به خودش Hello Hello How are you? How are you? how با همین نحوه تلفظ یعنی او how how مثل هاوس مثل about مثل ماوس او او یعنی چطور چگونه are یعنی هستی you یعنی شما how are you یعنی چگونه هستید شما خیلی راحتتر یعنی حالت چطوره چطوری دقت بکنید که یه مقدار جمله هنوز اون حالت رسمی خودش رو داره اما از how are you در حالت که خیلی خودمونی نیستید با طرف راحت میتونید استفاده کنید و اصلا حالت عمومیت و کلیتی داره هم برای دوستان میتونید استفاده بکنید هم برای غریبه ها هیچ فرقی نداره و توجه بکنید نحوه درست تلفظ how are you به همین صورته Who are you? How are you? یا هر چیز دیگری نیست دوستان. خیلی دیده میشه زبان آموزان اشتباه تلفظ میکنن به این صورت تلفظ بکنید. How, او، او او ببینید. How are you? در مورد تلفظ آر قبلا صحبت کرده بودیم زمانی که شما میخواهید در انگلیسی آر رو تلفظ بکنید زبونتون نزدیک سقف دهانتون میشه و نباید به صورت مسلسلی مثل آر در فارسی که میگیم ر به این صورت تلفظ بکنید پس شد How are you؟ یعنی حال چطوره؟ چطورید؟ How are you؟ How are you؟ Do you come from Europe? Do you come from Europe? Do, یعنی انجام دادن و اینجا یک فعل کمکی برای سوالی کردن چون یک سوال رو داره از شما میپرسه. You یعنی شما، come یعنی آمدن. from یعنی از دقت بکنید نگفتم فرام بین F و R صدایی وجود نداره پس ما هم صدایی اضافه نمی کنیم from یعنی از یوروپ یعنی اروپا دقت بکنید دوستان You come from Europe یک جمله خبریه یعنی شما از اروپا میایید یا شما اهل اروپا هستید حالا برای سوالی کردنش یه دو اولش میذاریم و یه علامت سوال انتهاش میشه Do you come from Europe? یعنی آیا شما از اروپا میایید؟ آیا شما اهل اروپا هستید؟ Do you come from Europe? دقت بکنید دوستان زمانی که دارید شما یک جمله سوالی رو بیان می کنید لحن بیانتون هم باید حالت سوالی به خودش بگیره یعنی اگر دقت بکنید در این جمله لحن من سوالیه ببینید Do you come from Europe? Do you come from Europe? Do you come from America? Do you come from America? How you Do you یعنی آیا شما انجام می دهید؟ پس یک شد حالت سوالی وقتی که می از فردی سوال بپرسیم از این ساختار میتونیم استفاده بکنیم. Do you حالا کاری که انجام میده کام یعنی آمدن from یعنی از امریکا یعنی امریکا با همین نحوه تلفظ ME امریکا. امریکا امریکا from یعنی از همونطور که گفتیم کام یعنی آمدن. Do you come یعنی آیا شما می آیید From از امریکا یعنی امریکا. پس معنیش میشه چی؟ Do you come from America یعنی آیا شما از امریکا می آیید یا آیا شما اهل امریکا هستید؟ Do you come from America؟ Do you come from America؟ do you come from Asia? do you come from Asia? do you come from؟ یعنی آیا شما از فلانجا میایید یا آیا شما اهل فلانجا هستید؟ حالا اینجا چیه Asia؟ یعنی آسیا. دقت بکنید ایژیا ایشیا هم میتونید بگید ایژیا هم میتونید بگید خیلی اهمیتی نداره چون کلمه شبیه بهش نداریم طرف بعید به نظر میرسه که اشتباه برداشت بکنه Do you come from Asia? آیا شما از آسیا میایید یا آیا شما اهل آسیا هستید؟ Do you come from Asia? Do you come from Asia? in which hotel are you staying in which hotel are you staying in یعنی در یا داخل which یعنی کدام یا چه چیزی hotel یعنی هتل دقت بکنید دوستان زمانی که میخواید هتل رو در انگلیسی به صورت درست تلفظ بکنید کمی فرق داره با تلفظ فارسیش در انگلیسی وقتی که میخواید هتل رو تلفظ بکنید استرس و فشار باید روی تی باشه خیلی از ایرانیا و خیلی از فارسی زبانان و خیلی از زبان آموزانی که فارسی زبان هستن حتی زبان آموزان تاجیک یا افغان عزیز وقتی که میخواین هتل رو تلفظ بکنن میگن هتل به جای اینکه بگن هوتل. اگر در دیکشنری هم چک بکنید میبینید که استرس و فشار روی بخش دومه یعنی روی تل پس تلفظ درست به این صورته هتل هتل آر یعنی هستی یو یعنی شما ستی یعنی ماندن در مورد تلفظ stay دقت بکنید stay اولش ای نداره ما هم اضافه نمی کنیم stay یعنی اقامت داشتن یا ماندن staying در حالت ing استفاده شده in which hotel یعنی در کدوم هتل are you staying یعنی شما در حال اقامت هستید کاری است که استمراری است و البته جمله به صورت سوالی اومده you are staying یعنی شما در حال اقامت هستید و اینجا سوالی شده آرش اومده این طرف این which hotel یعنی در کدام هتل Are you staying یعنی شما در حال اقامت هستید شما اقامت دارید In which hotel are you staying یعنی شما در کدام هتل در حال اقامت هستید خیلی راحتتر در کدام هتل اقامت دارید In which hotel are you staying؟ In which hotel are you staying? How long have you been here for? How, how long have you been here for? How yani chegone ya cheqadr? How qablan talaffuzesh in how long یعنی طولانی how long یعنی چه مدت زمان چقدر طولانی you have been here یعنی شما اینجا بوده اید حالا have you been here یعنی آیا شما اینجا بوده اید داره سوال میپرسه how long چه مدت have you been شما بوده اید here اینجا for مدت زمانش How long have you been here for? یعنی چه مدت از اقامتتون در اینجا میگذره؟ چه مدته که در اینجا بوده اید؟ How long have you been here for? و خیلی راحت تر بخوایم بگیم میگیم چه مدت از اقامتتون یا اینجا بودنتون میگذره؟ How long have you been here for? How long have you been here for? How long will you be staying? How long will you be staying? How long همونطور که گفتیم یعنی چه مدت زمان You will be staying در حالت آینده استمراری استفاده شده یعنی یه کاری که در آینده حالت استمرار خواهد داشت یعنی فائل اینجا میشه You will be حالتی است که باید ثابت باشه staying فعل در حالت ing یعنی فعل stay ing بهش اضافه میشه میشه you will be staying یعنی تو اقامت خواهی داشت تو خواهی ماند در زمان آینده و این ماندن یه مدت استمرار خواهد داشت how long یعنی چه مدت Will you be staying در حالت آینده استمراری و سوالی پرسیده شده یعنی شما چه مدت در اینجا اقامتت ادامه خواهد داشت در مورد تلفظ دوستان staying دقت بکنید که صدای ا در ابتداش وجود نداره و ما برای اینکه بتونیم stay رو بدون صدای اولش تلفظ بکنیم میچسبونیمش به بی که قبلشه میشه be staying, be, be, staying. How long will you be staying اگه بخواین تیکه تیکه بگین اگه بخواین پشت هم و روون بگید میشه how long will you be staying یعنی چه مدت در اینجا در حال ماندن خواهی بود یا خیلی ساده چه مدت اینجا خواهید ماند how long will you be staying How long will you be staying؟ Do you like it here? Do you like it here? You like it, یعنی تو از آن خوشت میاد حالا یک دو فعل کمکی در ابتداش میگذاریم میشه Do you like یعنی خوشت میاد آیا دوست داری؟ لایک. Like, یعنی دوست داشتن It یعنی آن اشاره به دور Here یعنی اینجا You یعنی تو do یعنی انجام دادن you like it یعنی تو ازش خوشت میاد از on here یعنی اینجا که عرض کردم do you like یعنی آیا خوشت میاد سوالی شد do you like it آیا ازش خوشت میاد here اینجا رو do you like it here یعنی آیا از اینجا خوشت میاد اینجا رو دوست داری do you like it here are you here on vacation are you here on vacation here یعنی اینجا you یعنی تو are یعنی هستی on یعنی در یا روی vacation یعنی مسافرت you are here یعنی شما اینجا هستید are you here یعنی آیا شما اینجا هستید on یعنی در vacation یعنی مسافرت are you here on vacation یعنی آیا شما برای مسافرت اینجا هستید یا مثلا برای کار اومدید are you here on vacation are you here on vacation please do visit me sometime. Please do visit me sometime. Please با همین نحوه تلفظ و نه پیلیز این شکلی نیست. Please میبینید که بعد از پی و قبل از ال صدایی وجود نداره. پس ما هم صدایی اضافه نمی کنیم. Please یعنی لطفا خواهش می کنم دو یعنی انجام دادن. Visit یعنی ملاقات کردن می یعنی مرا sometime یعنی بعضی وقتا sometime کلمه ای است که ترکیبی از ترکیب دو کلمه تایم به معنی زمان و سام به معنی برخی یا بعضی ساخته شده sometime یعنی گاهی اوقات بعضی وقتها please do visit me sometime یعنی لطفاً بعضی وقتا به من سر بزنید حالا چرا نگفته please visit me sometime اون دو در اینجا برای تاکیدش استفاده شده یعنی لطفا حتما به من سر بزنید حتما منو ملاقات کنید پس دو برای حالت تاکید استفاده شده اینجا. Please do visit me sometime یعنی لطفا به ملاقات من حتما بیاید حتما به من سری بزنید. Please do visit me sometime. please do visit me sometime here is my address here is my address here yani inja is yani asked my yani من, address همین talafuz آدرس ادرس یا هر چیز دیگری نیست ادرس ادرس یعنی آدرس Here is my address یعنی بفرمایید این آدرس منه خدمت شما حالا که قرار بیای به من سر بزنی این آدرس منه Here is my address Here is my address Shall we see each other tomorrow? Shall we see each other tomorrow? Shall we یعنی آیا ما فعل کمکی است که برای سوالی کردن استفاده شده. سی یعنی دیدن، اچ یعنی هر، other یعنی دیگری، تلفظ تی اچ در آذر رو قبلا گفته بودیم حواستون باشه زبون زیر دندونهای بالا سعی میکنید بگید ز میشه آذر تومارو یعنی فردا دقت بکنید زمانی که دارم آر رو تلفظ میکنم زبونم به سقف دهان نزدیک میشه تومارو تومارو نمیگم تومارو تومارو نمیگم تومارو shall we see each other tomorrow یعنی آیا ممکنه که ما فردا همدیگه رو ببینیم؟ یا خیلی ساده میشه فردا همدیگه رو ببینیم یا آیا ما فردا همدیگه رو می بینیم؟ shall we see each other tomorrow shall we see each other tomorrow؟ i am sorry but i already have plans i'm sorry but i already have plans i yani man am yani hastam sorry yani mutasaf ebrozatasaf kiardan I am sorry یا خیلی ساده I'm sorry یعنی من متاسفم دقت بکنی تلفظ sorry نه سوری نه سوری نه سری نه هر چیز دیگری sorry sorry but اما آی من already اکنون در حال حاضر have دارم plans پلانز جمع پلانه پلان Plan, یعنی نقشه برنامه پلانز یعنی برنامه ها نقشه ها I'm sorry یعنی من متاسفم but I already have plans یعنی متاسفم اما من برنامه های خاص خودم رو دارم اما برنامه دارم برای خودم نمیتونم فردا شما رو ببینم طرف رو پیچوند میخواست طرف قرار بذاره بهاش ولی طرف رو پیچوند دید کار خودش مهمتره شما هم کار یادگیری انگلیسی براتون باید تبدیل بشه به یک اولویت اگر میخواید در این مسیر موفق باشید اگر میخواید در این مسیر گام بگذارید و چیزی یاد بگیرید و دنیای خودتون رو عوض بکنید باید یادگیری انگلیسی تبدیل بشه به یک اولویت براتون خیلی مهمه که به عنوان یک هدف مهم بهش نگاه بکنید و در این راه درست قدم بردارید. I'm sorry, but I already have plans. متاسفم، اما من برای خودم برنامه دارم برای فردا، پس با شما نمیتونم قرار بگذارم. I'm sorry, but I already have plans. I'm sorry. But I already have plans. Bye. Bye. یعنی خدا حافظ خیلی آمیانه خیلی راحت میتونید بگید بای خدا حافظ بای بای good بای گود بای یعنی خدا نگهدار یا خداحافظ خیلی راحت میتونید استفاده بکنید گود یعنی خوب بای یعنی خداحافظ goodbye یه مقدار رسمی تر از good bye. goodbye بای See you, soon. See you soon. See یعنی دیدن. You یعنی تو. Soon یعنی به زودی. See you soon یعنی به زودی میبینمت. به زودی امیدوارم که ببینمت. یا به زودی تو رو میبینم. See you soon. See you soon. بسیار خب دوستان حالا اجازه بدید یک بار به صورت سریع مرور کنیم شما هم حتما موبایلتون باهاتون باشه که قرار است صدای خودتون رو هنگام خوندن این عبارتها ها و جملات ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی اشکالی در یادگیریتون وجود داره در بیانتون وجود داره بتونید اون رو اصلاح بکنید تا یادگیریتون بهتر و بهتر بشه getting to know others Getting to know others. Oshnoshodan Badigaran. Getting to know others. Hi. Hi. Yanisalam. Hi. Hello. Hello. یعنی سلام یه مقدار رسمی تر همچنین میتونید اگر بخواید یادتون نره هلو رو به عنوان روز بخیر در ذهنتون ذخیره کنید هلو هلو How are you? How are you? یعنی حالتون چطوره؟ چطوری؟ How are you? Do you come from Europe? Do you come from Europe؟ یعنی آیا شما از اروپا می آید؟ آیا شما اهل اروپا هستید؟ Do you come from Europe؟ Do you come from Europe؟ Do you come from America؟ Do you come from America؟ یعنی آیا شما از امریکا می آید؟ یعنی آیا شما اهل امریکا هستید؟ Do you come from America؟ Do you come from Asia? Do you come from Asia? یعنی آیا شما از آسیا می آید؟ آیا شما اهل آسیا هستید؟ Do you come from Asia? In which hotel are you staying? In which hotel are you staying? یعنی در کدام هتل در حال اقامت هستید؟ در کدام هتل اقامت دارید؟ In which hotel are you staying? How long have you been here for? How long have you been here for? یعنی چه مدت از اقامتتون در اینجا میگذره؟ برای چه مدت در اینجا بوده اید؟ How long have you been here for? How long will you be staying? How long will you be staying? یعنی چه مدت میخواید اینجا بمونید؟ مثلا رسپشن هتل از شما میپرسه یا دوستتون یه نفر باش آشنا شده از شما میپرسه که چقدر میخواید اینجا بمونید؟ چه مدت قصد دارید که در اینجا بمانید؟ How long will you be staying? How long will you be staying? Do you like it here? Do you like it here? یعنی آیا شما از اینجا خوشتون میاد؟ Do you like it here? Are you here on vacation? Are you here on vacation? یعنی آیا برای مسافرت اینجا هستید؟ Are you here on vacation? Please do visit me sometime. Please do visit me sometime. یعنی گاهی لطفاً به من سر بزنید گاهی لطفاً منو ملاقات کنید Please do visit me sometime Here is my address Here is my address یعنی این آدرس منه خدمت شما بفرمایید این آدرس منه Here is my address Shall we see each other tomorrow Shall we see each other tomorrow? یعنی آیا ممکنه آیا میشه فردا همدیگر رو ببینیم یا آیا فردا ما همدیگر رو خواهیم دید؟ Shall we see each other tomorrow? I'm sorry, but I already have plans. I'm sorry, but I already have plans. متاسفم اما من برای خودم برنامه دارم فکر کردی میتونی مخ ما رو بزنی اولویت های خودم مهمتر از قرار ملاقات با شماست I'm sorry but I already have plans Bye Bye خداحافظ Bye Goodbye Goodbye خداحافظ Goodbye See you soon. See you soon. یعنی به خب امید دیدار یا اینکه بعدا میبینمت. See you soon. بسیار خوب دوستان به پایان درس سه از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آبخوردن رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام خوش باشید.